بیشتر بدانه تا سالم زندگی کنید در نبزه سلامتی صبح و زندگی با بخشهای نسخه سخت و ساز و تازه های طبی. امروز هم در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی از موضوعات بسیار جالب و موضوعی که در این اواخر بیشتر توجه مردم را به خود جلب کرده عملهای زیبایی که بیشتر در قسمت صورت انجام میگیره و به خاطر زیباسازی قسمت های مختلف صورت مردم تلاش میکنن که نزد دکتر صاحب مختلف جلدی و زیبایی مراجعه بکنن و بتونن که دوباره شفافیت و همچنان جوانی صورتشان را کسب بکنن ولی امروز ما میخواهیم که مشخصا در مورد عمل زیبایی اطراف و کنارهای چشم بر شما عزیزان معلومات بتیم که یک تعداد از مردم زمانی که سن و سالشان بالا میره در قسمت های اطراف چشمشان چین و های مختلف ایجاد میشه و همچنان اونا به خاطر که این مشکلشان را برطرف بکنن دست به عملیات های گوناگون میزنن ولی که این عمل ها یا این عملیات در افغانستان تا چی اندازه قابل تطبیق است آیا به اندازه کشورهای خارجی در افغانستان هم امکانات وجود داره و یا خیر تمامی این موارد را امروز با دکتر صاحب محترم امین الله همکار پروفسور جراحی پلاستیک صحبت بکنیم بسیار خوش آمدین دکتر صاحب صحبتتون بخیر تشکر صبح شما بخیر صبح همه بیننده های محترم بخیر سلامت باشین دکتر صاحب و در این از برنامه هم می که صحبت های مفصل تر خود آغاز بکنیم در رابطه با عمل زیبایی کنار و اطراف چشم که بعض از افراد مشکل پیدا می کنن در قسمت پلک بالا و همچنان زیر چشمشان که افتادگی های به وجود و اینا می که به واسطه عمل جراحی این مشکل را برطرف بسازند و صحبت ها را می داشته باشیم با دکتر صاحب امین عمیلو... الله همکار پروفسور جراحی پلاستیک امروز هم خوشبختانه اونها را در برنامه با خود داریم ابتدا دکتر صاحب در مورد عملیات زیبایی اطراف و کنارهای چشم بر ما معلومات بدین که چگونه یک عملیات هست تشکر با گونه یا با شکل یا با فیصدی معینی با وجود می آید در دکتر سر بیشتر بعد از سن چند سالگی این چین و چروک و همچنان خرابی کنارهای چشم در وجود افراد دیده می شود بخصوص در قسمت صورت عموما بعد از سن چل سالگی گفتم یعنی بعد از چل سالگی مهم. و هست کسایی که پیش از او هم کسایی که این که اینو کم هست، اما عموما بعد از 45 سالگی چیزا به وجود زیادتر به وجود میاد و هر کس تبر میخواد که یا را از بین ببره و نباشه یعنی ای این چین و چروک و یایی که بعض وقتا پوندیدگی هایی که در زیر چشم و یا بالای چشم به وجود میاد بعض وقتها از چیز هم وابستگی داره مثلا از یک گروه مشخص مردم یعنی یک چیز اتنیکی هم داره م. بعضی ها زیاد از چشم هایشان به حساب به اصطلاح پندیده و برجسته زیر چشمش بعضی ها فرو رفتگی ها داره این ای ای یک فاکتور دیگه هم ارسیت هم دکتر سب نقش داره در دا این قسمت؟ بله بله گفتم ارسیت هم مم. نقش داره که مثلا بعضی ها که زودتر اما چیز پوست خود از دست میدن من و فامیلی به این شکل فامیلی هم میتونه باشه بله. و یکی یکی خوب مسائل به حساب هست که گفتیم از سن و سال وابستگی داره که بلی فراپلاستی و یعنی این قسمت های بالای چشم پایین چشم هم پندیدگی ها وجود میه و هم چینا و چروکا و پوست های اضافگی به بله. اسطلاح با هم پایین هم بالا همه یک گروپ دیگی هم که مربوط همی چشم میشه و خصوصا کنج چشم ها میشه خصوصا کنج داخلی چشم یا کانتوس میدیال میگن یعنی کانتس داخلی چشم میشه دست. که یعنی یک ایپوکانتوس به وجود میاد یک پرده در قسمت کنج چشم در قسمت وسطی در قسمت مبینیش یعنی ام. میدیالش به وجود میاد که این بازو از سن و سال وابستگی نداره و ای طور چشم ها را این چشم هایی که مثلا پرده باشه در این قسمت بح. ای چشم ها را به نام دلترهتور به نام چشم های آسیایی میگن یعنی عموما در مردمان ام. آسیا و مثلا کوریا یا چین و جاپان و و ایمان ده این مردم ها چون زیادتر ایه هست این بنام که ایه هم بخاطر اصلاحش که چشم به اصطلاح کنج چشم خوب برجسته شد و معلوم شد و پردهش از بین بره و بعض وقتا میگن که چشم بادامی شد این هم عملیات داره و اصلاح میشه که در نزد جوان هم هست و من ای در جوان ها زیادتر مراجع میکنم یعنی ای سن و سال با بستگی نداره ای به چیزی مردم بسیار عالی دکتر صاحب، حالا هم صحبت های خود را ادامه میتیم با دکتر صاحب محترم امین الله همکار پروفسور جراحی پلاستیک امروز در رابطه با عمل زیباسازی اطراف و کناره چشم صحبت با دکتر صاحب تا حال داشتیم و حالا می که مشخصا در مورد اختلاطات عملیات زیبایی اطراف و کنارهای چشم صحبت بکنیم افرادی که عملیات میکنند به خاطر زیباسازی آیا کدام مشکل بعدن هم برشان پیدا می یا خیر خوب است که در این مورد هم دکتر به نظر شما را داشته باشیم تشکر اول خب عملیات های جراحی پلاستیک اطراف چشم و کنج چشم یکی از جمله عملیات های بسیار مروج و شایع است در تمام دنیا و سالانه در دنیا به صدها هزار عملیات از این نوع صورت می در تمام دنیا یعنی و یکی از عملیات از جمله عملیات های هست که به حساب بگویم هم آسان است و هم مشکل و آسان به خاطر از این, این که اله نظر به دیگر عملیات ها اختلاطاتشون کمتر است اما باز هم اختلاطاتی که به وجود می خیلی بعضش بسیار زیاد جدی می و ایجاب عملیات های بعدی را میکنه بله که یعنی بدتر از حالت اولیه میشه و بسیار زیاد خوب است که همشهری های محترم پیش ازی که دست به تا عمل بزنند باید اول مراجع بکنن نسل اشخاصی که صلاحیت از ایگه داره و خوب سوال کنن مثلا راجع به اختلاطات و عواقبش خدا خوب آگاه بسازن بسیار خوب بعد دست به عمل بزنن که تمام مورد و بالخصوص در این مورد این عملیات ها اختلاطات زیارگ و به شکل درستش و بش... از طرف اشخاص مسلکی اجرا نشه و یا اشخاصی که نو شروع کردن به این کار اختلاطات بسیار ش... جدی هم داره مم. مثلا یکی از اختلاطاتی که میتونه داشته باشه اختلاطات میتونه در اثر عملیات های بلیفرپلاستی بایسا پایانی باشه یا جفن پایانی و یا بالایی هر کدامش از در جفن پایانی مثلا که زیر چشم هرگاه عملیات به شکل درست صورت نگیره و بلاک که متاسفانه بازم تکرار میکنم که این عملیات ها را دکتر چشم میکنه دکتر گوش و گلو میکنه دکتر حتی کی هی اصلا ده اصلا, اصلاً, 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 اصلاً دکتر سبب چشم ولی دکتر امراض چشم مربوطش میشه اما نه که عملیات های زیبایی جای دنیای تو نمیشه و که گوش و گل اصلا ارتباط به اینه داره یا دکتر سایبای مثلا جلدی که جلدی به یکی مسئله که مربوط داخل است و این جراعی است اما همه دست میزنه گفتم یکی از یکی اصلا باید اینطور نباشه باید درست صورت بگیره و هر چیز اما نفر مسلکی و متخصصش باید اجرا بکنه کاملا بله هرگو عملیات ها به شکل نادرست اجرا شده گفتم که عموماً از بعض از زیادتر در نزد از دست کسای رخ میده که نو شروع جراحی که نو شروع میکنن مثلا یا عموما که میتونن در قسمت بلیفر پلاستی جفن پایانی هرگو از حد زیاد پوست گرفته شده که پوست اونجا گرفته میشه در اون صورت یک چشم کش میشه اکترپیون میگن <applause> این اکتراپیون به وجود میه یعنی چشم پایین کش میشه واقعا که این یک پرابلم بسیار کلانی است که بسیار این یک اختلاط واقعا, واقعا و مورد اوردم دکتر صاحب یک تعداد از مردم و به ویژه بیننده ما هم شکایت کرده بودند که عمل زیبایی اطراف چشم انجام داده بودند و در نتیجه یک مدت بعدش متوجه شدن که چشمشان اصلا درست بسته نمیشد تال هم دکتر صاحب امین همکار متخصص البته پروفسور بخش جراحی پلاستیک با ما بودن که صحبت های خیلی عالیه داشتند در رابطه به عمل زیبایی اطراف چشم که بیشتر اوقات مردم به این مشکل دچار میشن چین چروک ایجاد میشه ولی تا حال هم در مورد اختلاطاتش چند بیان کردن ای که مشکلات بعدی چی هست میشه که از شما بشنویم دکتر صاحب شکر خب یکی از اختلاطاتی که گفتم به حساب امی بلفراپلاستی جفن پایانی است اکتراپیون میگن یعنی چشم به حساب تو کش میشه پایین پایین ده. میشه که مثلا مشکلات به وجود میاره و اگه کم باشه مثلا در اثر بعضی پروسیجر های مثلا میتونه که از بین بره اگر زیاد باشه و دائمی میشه بعد عملیات های دیگه را ایجاب میکنه دیگه چیزی که هست به حساب قسمت پلاستی بالایی است جفن بالایی که دا او هم اگر زیاد گرفته شده که بعضی ها کوشش میکنن و بگویم به خواست کسی که مراجعه میکنه و اومد میگن که باید апо тба нео докоро ои جавон диоооооок дбора бадз иа جноло к из еи بعد باز پوست دوباره تا که پوست انداخته نشه به مو اندازه‌ای که زیاد گرفته شده پوست پس انداخته شده که پایین شوه به چشم با. بسته شه که شوه. انداختن پوست در اینجا باز از نگاه زیبایی مشکل ایجاد م... میکنه مشکل که یک چیز پیوند واره او میمونه که خو مثلا آمده بود به خاطر زیبایی اما مشکلات دیگه به وجود اومد که آل راضی به شد که اتا... از حالت اولش که بدتر هم میشه چون این پوست صد فیصد با پوستی که هست تطابق نمیکنه رنگش به حساب زخامتش به این دیگه کار مجبوری میشه بسیار تشکر دکتر صاحب و قسمتی که دکتر صاحب هم تا حال بیان کردن شما هموطنان عزیز ما هم اگر تصمیم دارین که عمل زیبایی را در قسمت اطراف چشمتان انجام بدین کوشش بکنین پیش متخصصین برین که واقعا در قسمت جراحی پلاستیک اونا تجربه کافی داشته باشند و هیچ وقت تلاش نکنین که شما به صورت ناگهانی برین نزد دکتر سایبایی که اصلا مربوط رشته نمیشه اگر این عمل نزد شما انجام بدن بالاخره اختلاطات و مشکلاتی که دکتر صاحب هم بیان کردن در قسمت چشم شما ایجاد خواهد شد حالا دکتر صاحب در مورد فواید عمل زیبایی صحبت بکنین که اگر یک فرد میخوای که این همی عملیات را انجام بده چقدر بر خودش میتونه فواید خوب و موثر داشته باشه و میخوایم که خیلی کوتاه هم در مورد امکانات عمل زیبایی در افغانستان صحبت بکنیم اختلالات زیاد از من دیگه فقط الان دو چیز زیاد داره که وقت به فکر نیست بله خیلی فواید به حساب اجرای عملیات های جراحی زیبایی خود طبعا هر کس که خب عموما عملیات جراحی پلاستیک یا زیبایی این عملیات است که به خاطر بهبود مستقیما به خاطر بهبود صحت نیست یعنی که به حساب کدوم مشکلی داشته باشند این عملیات ها در مجموع به خاطر بلند رفتن یا به خاطر بهتر شدن کیفیت زندگی است این تو یک اصطلاح بهتر ساختن کیفیت زندگی است <تصفح> این حال کیفیت زندگی هر کس بعضی حتی کمترین چیز که می میبینه به زیر چشمش این ای سبب یزی میشه بسیاری وقتا از بعض تیپ مثلا ما مریض هم نمیتونیم بگویم مراجعین بگویم که کمترین نقیصه را که میبینن این همین سبب عظیم میشه که یا زیاد در خود مصروف میکنه و در خود فرو میبره و بالاخره منجر به با, با حساب دپریشن و با حساب استراب این میشه که یعنی گفتم مستقیم اگر سر از صحتش تاثیر نمیکنه غیر مستقیم منجر به دپریشن و ناراحتی های روانی واقع. میشه که اینه باز مشکلاتی رو با به وجود میاره یعنی اگه این عملیات ها را نکنه مثلا بعضی ها میان با مختلف میگن که مستقیما نمیگن به خاطر زیبایی مثلا چشم بسیار گرنگ است یا اینکه به طور یعنی مستقیما نمیخوان که ایره به زیبایی ارتباط بدن غیر مستقیم یا به خاطر از از خانواده ها نه, نه. کدام چیز باشه اما تو در مورد بینی در مورد دیگه چیزا یعنی مستقیما به خاطر زیبایی نمیگن <applause> خب مردم ما مشکلات داره از هر نقطه نظر اما قدرم <applause> که می آیند و میگن اینگه پر زیاد سی پیشرفت بسیار زیادی ده، ده از ده افغانستان ده، ده. سلامت باشه و همه عملیات های جراحی زیبایی و پلاستیک تمام انواعش که مروج است در دنیا فعلا در افغانستان به شکل بسیار درست و خوب اجرا میشه خیلد. هیچ از این نقطه نظر یک چیز من به هم عزیز من یک چیز میگم که زیادتر یعنی شیفته دکترهای به حساب خارجی و خارج نشوند من میشناسم کسایی را که به یک چیز بسیار کوچک میرن مثلا بسیار پول گذافی را مصرف میکنن اما وقتی که میاین میبینین که مشکل داره من اگر برنامه باشه ما روزی ای یک برنامه درست باشه ای به خاطر از این نیست ای به خاطر از است که همتوان ما این اعتماد پیدا کنن به دکترای خودشون دقیق. ما دارم به حساب مستند مریضایی که اومدین از دیگه جایی پول گزاف مصرف کردن بالاخره اومدین باز محتاج شدین به به می خود به دا می داخل خود کشور ما ما اسناد دارم که چقدر پول و بود کجا چیکارا کردین و ما چیکار کردیم محمود چیه مقایسه‌ای میتونم کدام کوتاه هم که باشه کدام با. وقت حتی که مستند باشه گپ ما هوایی نباشه این رو باید نشان بدین که تا که اعتماد سازی شو و مردم ما باید اعتماد بگن تا که به با, با, با بیگانه ها و ما مثلا با دیگر ها اعتماد کنیم بیاین و خود اعتماد کنیم و به اعتماد به نفس و خود جور کنیم چه به خود چه به سر دکتر و دیگر سلامت. مسائل ما هیچ کسی دیگه پشت ما نمیگرده جز خود ما دقیقا قسمت که دکتر صاحب هم بیان کردن شما هم تلاش بکنید و کوشش بکنید که بالای دکتر سایبایی که در کشور خود ما هستن واقعا دکتر صاحبی خیلی عالی و ورزیده هم داریم که اونا میتونن به شکل بسیار خوب و راحت با هزینه کمتر مشکلات شما را رفع بسازن یک دنیا تشکر دکتر صاحب محترم از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و صحبت های مفید ارزشمندتون با ما شریک کردین که از شما هم تشکر میکنم بیننده عزیز بخش بعدی برنامه را هم فراموش نکنین تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقه‌مند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نمایین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نمایین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریانا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سابسکرایب کنین